دعوتشون میخوام بکنم. قبل از اون یکی از تحصیل کردگان حوزه غیر آواز و غیر موسیقایی هستن، ایشون تنها مترجم گلستان به زبان انگلیسی هستن، جناب آقای دکتر محمود رزوانی رو خواهش میکنم تشریف کنید. تشریف بیارم، بفرمایید. بعد از فرمایشات ایشون پخش فیلم داریم و بعد باز من خدمتتون میرسم. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم. یه بس نامور به زیر زمین دفن کردند، کس هستیش به روی زمین بر نشان نماند. وان پیر لاشه را که سپردند زیر گل، خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر، گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ برایت فلان نماند. اما حضور این جمع فریخته امروز اینجا مبین اینه که این دو بزرگوار هم نام فرخشون مثل نام فرخ نوشیروان زنده است و به قول عامیانه اسمشون با جسمشون به خاک نرفت. بنده حقیر به رغم اینکه بیش از 3 دهه افتخار همنشینی و همصحبتی و همکاری با آقای دکتر عمومی رو داشتم، هیچ ادعایی ندارم که به تمام زوایای وجودی ایشون پی بردم، چرا که موج از حقیقت گوهر بحر غافل است. حادث چگونه درک نماید قدیم را؟ من موجی بودم سطحی و گذرا، او گوهر اون دریا بود عمیق و مانا. با هم یک جا بودیم ولی با این تفاوت، میتونم در مورد ایشون چند جمله میگم، فقط راجع به ابعاد شخصیتشون. ببینید، کیفیتی است ناشناخته که عربا بهش میگن یدرک ولا یوسف، میشه ادراک کرد نمیشه توصیف کرد. اینقدر این ناشناخته و غیر قابل توصیفه که سترگی مثل حافظ که کلام تو دستش مثل مومه نمیتونه بگه چیه، میگه آن. بنده طلعت آن باش که آنی دارد. یا در جای دیگه ای در اون غزلی که با مطلع بنال بلبل اگر با منت سر یاریست که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست، میگه لطیفه ایست نهانی که عشق از آن خیزد، که نام آن نلب لعل و خط زنگاریست. در اینجا میفرمایند که اگر عشقی جرقه میزنه بین دو نفر، نه اون دختر عاشق اون خط زنگاری شده، اون خط سبزی که پشت لبه بسر است که حتی خب با میارا یا اون موقع زیبا بوده الان خیلی هم زشت، و یا نه اینکه این پسر عاشق اون لبه لال شده، بلکه خواستگاه این عشق چیز دیگری است. اینجا حضرت حافظ میفرمایند لطیفه نهانی. در جای دیگه امریکایی بهش میگن ات، آی تی، همونی که ما میگیم آن. مثلا فلانی خب زشت فلانه ولی هی هزت داره، اون آن رو داره، اون چیه نمیدونن. در فرانسه میگن جونسکوه، نمیدونم چی. در انگلیسی این جونسکوه رو به غرض گرفتن به عنوان یک نام، به عنوان یک اسم ما به کار میبریم، میگیم یک جونسکوه تو صداشه، یک جونسکوه تو این خطه. و استاد گلچین که من همین جونسکوه شون همیشه میگن که there's a جونسکوه این فرید، نمیدونم چی تو این صداست، یه تو این خطه. خب اگه قابل توصیف بود که میگفتن چیه. یونانی ها بهش میگن کاریزما، که این کاریزما ازش صفتی مخصوص کاریزماتیک که دیگه الان تو ایران هم مد شده. حالا فره ایزدی، مهره مار، هر چی میخواین اسمشو بذارید، آن، لطیفه نهانی، جانسکوه، فره، هر چی میخواین بگین در وجود این مرد بود. یک کششی، یک جذبه، یه چیزی توش بود. من اگه میشد که میگفتن چیه، یه چیزی بود. اما نکته دیگه در مورد آقای دکتر عمومی،
البته من خدمت استاد ابراهیمی بودم خدمتشون ولی نه اونقدر که بتونم صحبت کنم. آقای دکتر اومی استاد بلا منازع یک هنر بودند و اون هنر استماع. عجیبه که این هنر جز هنرها نیامده. آقا این هنر استماع. آقای دکتر وقتی با شما صحبت میکردن انقدر واکنش های عجیب نشون اصلا عشق میره. اصلا به تو چقدر به من که نشستم رو چقدر احترام میزنه. یعنی من فکر میکنم من چقدر حرفای خوب دارم میزنم که آقای دکتر اصلا انقدر منقلب شدن. پای تلفن صحبت میکردیم دیدم صدا نمیاد و رزوانی دارم گریه میکنم صبر کن. با یه معصومیت کودکانه، کودکانه بار مثبت داره، بچگانه منفیه. چالدش چالدک بری کاملا معصومانه و صبر کن دارم گریه میکنم. اینقدر ما الان اصلا دایلوگ نداریم، ما دوتا مونولوگ داریم. دو نفر همینطور روبرو هم نشستن، دوتا رادیو، این حرف میزنه اونم حرف میزنه، نه اونو گوش میکنه نه اینو. ولی وقتی با دکتر نشسته بودید دایلوگ برقرار میشد و اصلا آخه تا کسی پاس نده که شما نمیتونی آبشار بزنی. میگه فهم سخنگر نکند مستمع یا چون نکند مستمع، قدرت طبع از متکلم مجوی، فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخنگوی گوی. یک بار توی موشک بارونا بود شمال، خدمت استاد بزرگ جلیل شهناز بوده، بعد توی اون جمع ایشون به من دستور دادن که باشون همراهی کنم، حالا با صدا بود حتما بقیه دیگه خیلی بد صدا بودم که ایشون من انتخاب. بعد تموم شد آخر شب استاد فرمودن که من میخوام به شما یه لقب بدم. گفتم دیگه افتخار از این بالاتر، اصلا حکایت از لب شیرین دهان سیمندام تفاوتی نکند گر دعاست یا دشنام. شما اصلا دشنام بدی فحش از دهنه تو طیبات است. گفتم نه من میخوام به شما بگم استاد مستمع. دقیقا لغت جمله شونی بود، حالا استاد استماع هرچی. اومدم با آقای دکتر رومی گفتم، گفتم آقای دکتر، آقای استاد جلیل شهناز به من اینو گفتن. گفتن به جون خودت عجب لقبی بهت دادن. قسم آقای دکتر به جون خودت بود. البته اون تیکه فکر کنم به خاطر خصلت اسوانی بود، از جون اونوری مایله میذاشتن. یعنی البته نه، این حالت اینا شوخی کردم، ولی وقتی به کی میگی به جون خودت یعنی آدم به جون عزیزش قسم میخوره، یعنی تو عزیز منی. مفهوم تلویحیش این بود. ولی واقعا میگفتم به جون خود، گفتم عجب لقبی بهت دادن. بعد اینکه حالا راجع به این، اما دکتر بسیار واقع بین بود و میگفتن صاحب نظر بی نظر. من یه بار پرسیدم گفتم آقای دکتر چون شما قاضی بودین انقدر منصف شدین یا منصف بودین رفتین به طرف علم قضا، چه جوریه این؟ بعضی وقتا اینقدر انتقاد از خود رو ایشون زیبا انجام میدادن آدم خلص اله میشد، اصلا دیگه جایی نمیذاش برات. و وقتی هم که راجع به دیگران قضاوت میکرد، راجع به خوندن من بودم چند جا، اصلا طرف رو تقریبا مسله کرد، ولی میدونید مماشاتی نداشت. بعد وقتی که اون طرف میرم ناراحت میشم، میگه بد جوری گفتم، باید ملایم تر میگفتم. ولی واقعا خب وقتی میدونید قاضی بود دیگه، میدونید باید راست رو میگفت و میگفت. نکته دیگه این که آقای دکتر اومی به قول فرنگی ها vigilant و observant بودن، اطراف رو میدید، آگاه بود. ببینید حافظ، صحبت از حافظ شد، حافظ دید سوسن 10 زبان داره، مهدی عمال اصلا سوسن رو ندید. آقای دکتر اومی سوسن رو میدید، 10 زبان رو میدید، اصلا میدید، بینش داشت، بصیر بود. شعوری که این مرد داشت لعت میکرد. یه شب منزل ما چند تن از بزرگان بودن که از اون گروه، الان فقط آقای دکتر کریمیان اینجا تشریف دارن، متاسفانه نیستن هیچ کدوم. بعد در قید حیات نیستم این بزرگان. بحث خیلی در گرفت، بحث‌های خیلی جدی، این صحبت مال حدود 30 سال پیش، 20 و چند سال پیش. فرداش ایشون زنگ زدن آقای دکتر، تماس گرفتن که آقا ما دیشب خیلی گرم بحث بودیم، الان اومدم فکر کردم این بچه دلش میخواسته ساز بزنه، من اینو فرصت نشد، بگید بزنه من گوش کنم. من الان 45 ساله دارم درس میدم، واژه شناسی فلان فلان فلان، من واژه گویاتر از باشعور ندارم برای این داستان. من نمیدونم چی بگم، مرد اصلا چجوری بود این داستان، یعنی به زوایا دقت میکردن ایشون.
نکته دیگه این که آقای دکتر اومی از خیلی بزلگو بودن و اونم به خاطر هوش زیاد بود دیگه. یعنی بسیار زیبا لغت های، یعنی میدونید که اصولا طنز کار هر کسی نیست. اگر من بگم بطری یا معنیش بطری که خب همه میتونن بگن، اگه گفتم بطری منظور صندلی بود خب یه نکته درش هست. ایشون میتونستن این کار رو بکنن و از شوخی هم همیشه چرا کوتاهی نمیکردن. یه بار با هم دیگه نشسته بودیم میبینیم که ایشون تک بیت زیاد میدونستن و مناسب خونی و اینا که میکردن. یه بار نشسته بودیم ایشون گفتن یه جمله من گفتم، ایشون گفتن به 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 چند بار به 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 ملکیه. فکر کردن که حالا من میگم گوته، دانته، شکسپیر اینا. گفتم مال خودمه. گفتن خوب نیست. شوخه میکنم. بعد دوباره بلافاصله نخوبه خدا نخواد. اما از ایشون من خاطره زیاد دارم، خب طبیعیه، ولی یکیش که خب خیلی بانمکه بقیده من و استاد شجریان هم خیلی اینو دوست داشتن، همون داستان کارت. من یه زمانی با یه تیم ملی کار میکنم، تیم ملی رزمی. بعد یه بار ایشون فرمودن که منو میبری ببینم؟ گفتم بله آقای دکتر بفرمایید. یه روز ایشونو بردیم باشگاه و آقای دکتر رو نشوندن صدر مجلس، چایی آورد. قبل از اینکه بشینن گفتن خطری متوجه من نیست. گفتم آقای دکتر یکی دیگه داره یکی دیگه رو میزنه. گفتم من تیک کنم. گفتم چشم خواه. بعد آقای دکتر رو نشوندن صدر مجلس و چایی و فلان و استاد یه مت میگرفت، بچه ها میچرخیدن لگد میزدن. بعد یکی از آقایون که خیلی از بچه تیم ملی پیچید اینو زد، این از دست استاد در رفت خورد تو سر آقای دکتر. اومده بیرون گفت خوب شد من تی کرده بودم. گفتم آقای دکتر این قانون مورفیه. نباید این فکر. آقای دکتر همیشه به من تاکید میکردن که رزونی تو کارهای بالاتر از اینا باید بکنی که داری میکنی. سید ملخ شیوه شهباز نیست یا تومه شیر که شود راسو، برو دنبال یه شکار ناب. من واقعا بگم، من آخرین باری که از ایشون صحبت کردم همین جمعه بود، یه جایی سخنرانی داشتم راجبه، چون حقیر 8 ساله که گلستان رو من ترجمه کردم. میدونید که گلستان و یا هر چیز دیگه از این آثار بزرگان ما رو خارجی ها دارن ترجمه میکنن. الان خدمت های دکتر داشتم عرض میکردم، فقط به طور اجمال میگم که وقت نگیرم. ببینید گلستان رو خارجی ها ترجمه کردن اما پر از غلط. یک گفته ای سعدی چگونه میبینی این دیبای معلم بر این حیوان لایعلم. معلم نه، منقوش و رنگین. ترجمه کرده تیچر، معلم. معلم اصلا معلم فهمیده. جایی که صحبت کنعان، پسر حضرت نوح سرزمین کنعان ترجمه کرده و وضع گلی خوشبوی گل اصلا ترجمه و خیلی چیزهای دیگه و اصلا هیچ کدوم از این صناعات برگردونده نشده، فقط نقل به مضمون شده. میدونیم که ما این در واقع سجعی که در گلستانه که 3 نوع هستش، در واقع سیمتریکال و پارالل و لابسایدد، اینا هیچ کدوم اینا رو به کار نبردن. من 8 ساله اینو دارم کار میکنم که الان یونسکو داره اونو چاپ میکنه و چند ماه پیشم که توی دانشگاه برکلی راجع به صحبت کردم. اینکه میگم من ضمیر، مرجع اون ضمیر من نیستم. مرجع اون ضمیر یعنی نماینده شما، مرجع اون ضمیر یعنی یک ایرانی، ولی شخص من مطرح نیست. این در دانشگاه برکلی خیلی سر صدا کرد، دانشگاه آیوا همینطور، الان که هاروارد دعوت کرده. فقط میخوام بگم اینا یکی از کسایی که منو برانگیختن آقای دکتر عمومی بود و من این همین جمعه داشتم یه جایی میگفتم و آخرین مصاحبه‌ای که اومد تو روزنامه کردم باز اسمشون هست. من حالا برای این که فقط آقای دکتر بدونن که اطاعت کرد، یه تیکش رو میخونم برات. یکی از این شعرهای گلستان رو که ترجمه کردم سعی میکنم خدمتتون بخونم. میگه این حکایت شنو که در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد. اون پرچم جنگ با پرده دعوا شد. داره بهش میگه که همه زحمت ها رو من میکشم، جنگ ها رو من میکنم، کیفا رو تو میکنی.
میگه این حکایت شنو که در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد. رایت از گرد راه و رنج رکاب گفت با پرده از طریق عتاب. من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم. من ز خدمت دمی نیاسودم، گاه و بیگاه در سفر بودم. تو نه رنج آزموده ای نه حصار، نه بیابان و باد و گرد و غبار. قدم من به سعی پیشتر است، پس چرا عزت تو بیشتر است؟ تو بر بندگان محرویی، با غلامان یاسمن بویی. من فتاده به دست شاگردان، به سفر پایبند و سرگردان. گفت پرده گفت من سر بر آستان دارم، نه چو تو سر بر آسمان دارم. هر که بیهوده گردن افرازد، خیشتن را به گردن اندازد. اما ترجمهش شادی آقای دکتر و جناب ابراهیم. You listen to what once occurred in Baghdad, the dispute between a curtain and a standard. Anent the road dust and the stirrups irritation. The standard told the curtain by way of vituperation. Thou and I are servants of the same Lord, to the king's court fastened by one cord. Never have I been relieved from duty, every so often on a trip, ugly or of beauty. Thou hast neither toil nor seed sustained, thyself neither against wilderness and wind, nor dust and dirt maintained. In endeavor, my step surpasses thine, then why is thy dignity more than mine? Thou art with the moon-faced maids, enjoyest the company of jasmine-scenting aids. I have fallen into the hands of the servants, bound to travel like vagrants. The curtain said, humble I lay my head at the threshold, but thou holdest thine heavenwards and bold. He who sticks out his neck in vain will only incur others' disdain.